امروز میخواییم در مورد روش ارتباط با مسیریاب صحبت کنیم. سلام دوستان، همونطور که میدونید درس آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری رو بهونه‌ای کردیم تا مجموعه‌ای با نام آموزش شبکه از صفر تا CCNA آماده کنیم. در این مجموعه سعی میکنیم مفاهیم اساسی شبکه‌های کامپیوتری رو به زبان ساده و با استفاده از پکت تریسر که یک نرم‌افزار شبیه‌سازیه براتون توضیح بدیم. در جلسات قبل ما از روتر یا مسیریاب استفاده کردیم. همونطور که میدونید مسیریاب میتونه عمل روت رو انجام بده، نتورک هایی با آدرس های IP متفاوت رو به هم دیگه وصل کنه که قبلا در مورد مثلا ریپ صحبت کردیم و حالا در آینده در مورد پروتکل های دیگه مثل OSPF هم صحبت خواهیم کرد. اما این مسیریابی که شما اینجا میبینید و ما میتونیم به سادگی اینو درگ اند دراپ کنیم، هر مسیریابی رو که حالا انتخاب کنید، خب همونطور که شما میبینید ما در جلسات گذشته برای کانفیگ این مسیریاب اومدیم و روی این دبل کلیک کردیم. تا روی این من کلیک کردم یه صفحه اینطوری باز شد. بعد شما اومدید مثلا CLI و اینجا گفتید خب این مسیریاب ما میتونیم اینجا دستورات مربوطه رو تایپ کنیم. اما سوال اینجاست، آیا در محیط واقعی هم ما میتونیم یه همچین کاری انجام بدیم؟ بریم روی روتر مثلا کلیک کنیم، دست بزنیم یه همچین صفحه‌ای باز بشه یا خیر؟ خب مسلماً جواب خیره. پس چطوری این ارتباط برقرار میشه؟ پس من برای کانفیگ کردن این روتر میخوام از یک PC استفاده کنم. یه لپتاپی رو از این قسمت End Device ها انتخاب میکنیم. لپتاپ ادمینه. بعد این ادمینه الان میخواد بیاد و این روتر رو کانفیگ کنه. خب روش کار به چه شکلیه؟ بایستی بریم سراغ کانکشن ها. این قسمت رو دقت کنید. در مورد کانکشن ها ما قبلا اول این چی رو نشون میده؟ این گزینه اول اتوماتیک وار، یعنی خودت مثلا ببین که بهترین کانکشن بین اینها چیه، مثلا خودت انتخاب. اما خب ما میتونیم انواع دیگه ای از کانکشن ها رو هم انتخاب کنیم. مثلا ما قبلا از کابل کراس استفاده کردیم، از کابل استریت استفاده کردیم برای ایجاد ارتباط بین مثلا روتر و سویچ. اما امروز میخواییم بریم سراغ یک کابل جدید به نام کابل کنسول. خب پس ببینید این کابل کنسول رو من انتخاب میکنم. زمانی که روی لپتاپ کلیک کنم میگه این کابل کنسول باید به کجا وصل بشه. ببینید RS232 تمامی حالا PC ها، تمامی لپتاپ های ما یه پورتی به نام RS232 دارند. اگه علاقمندید میتونید توی گوگل سرچ کنید و دیتیل این پورت رو بدونید که به چه شکلیه. خب پس تمامی PC ها لپتاپ ها این پورت رو دارن اصولا، یا حالا مبدل هایی دارن. اگر از مک استفاده میکنید حتما مبدل هایی دارن که این پورت رو به شما میدن. بعد ببینید الان من این رو میارم به این روتره که کانکت میکنم، قسمت کنسول رو انتخاب میکنم. پس این روتر من یه قسمتی داره خب به نام کنسول که من میتونم با استفاده از کابل کنسول مثلا لپتاپ خودم رو متصل به این روتر کنم. پس من تونستم یکی ارتباط فیزیکی بین لپتاپ و روتر ایجاد کنم. الان در مرحله بعدی دوستان دقت کنید، من میرم سراغ لپتاپ. خب دسکتاپ لپتاپ رو انتخاب میکنم. تا قبل از این ما اومدیم همیشه IP configuration، خب آدرس IP دادیم، بعد اومدیم سراغ command prompt، اونجا دستور پینگ رو داشتیم، حتی رفتیم سراغ مرورگر و تونستیم مثلا چند وبسایت رو از طریق لپتاپ ها ببینیم. اما این بار من ترمینال رو انتخاب میکنم. پس ترمینال رو انتخاب کنیم. میبینید که یک سری از تنظیمات پیشفرض اینجا نوشته شدن، مثلا بیت پر سکند، خب با چه سرعتی این ارتباط ما برقرار بشه. بعد دیتا بیتز چقدری، هشتایی، پریتی نداریم و الاخر. فعلا با این تنظیمات کاری نداریم مگر اینی که در اون روتر خاص، در اون بروشور، در این رفرنس های ما گفته باشن که ماکسیموم سرعتی که کابل کنسول این میتونه مثلا پورت کنسول این تحمل کنه فلانه و بعد ما میایم و مثلا از این لیست سرعت متناسب رو انتخاب میکنیم. خب اوکی رو که بزنیم دقت کنید الان
در این لپتاپه من دقیقا همون چیزی رو میبینم که قرار بود در مسیریاب ببینم، یعنی همون CLI که شما اونجا میدیدید رو من میتونم اینجا دقیقا ببینم. پس ببینید همین کانفیگ روتره نو، بعد ببینید روتر رو ما دسترسی داریم، میتونیم روتر رو اینیبل کنیم و بریم حالت کانفیگ کردن مثلا روتر. خب اما این به نظر یک مقدار آن سیف اومد دیگه، درسته؟ پس اگه این آن سیفه، یعنی هر کسی میاد و یک کابلی رو متصل میکنه و میتونه روتر ما رو کانفیگ کنه، پس در ادامه حالا فرض کردیم که روتر 0 کیلومتر آوردیم توی نتورک، بار اول روشن کردیم، با این کابل کنسول به این روتر متصل شدیم. پس میایم و یه کار دیگه انجام میدیم. الان در این روتر، اجازه بدید کامل شما ببینید ترمینال منو. خب ما یک سری کانفیگ هایی برای همین لاین کنسول انجام خواهیم داد. خب پس حالت کانفیگ ترمینال رو خواهیم نوشت. پس حالت کانفیگ ترمینال خب دقیقا مثل حالت CLI که قبلا دیده بودیم. خب من می‌نویسم لاین، بعد علامت سوال. خب لاین هایی که داریم شما دقیقا می‌بینید، مثلا لاین کنسول VTY رو الان صحبت خواهیم کرد که ویرچوال ترمینال خواهد بود، یعنی همه اینها رو دقیقا میتونید توضیحاتش رو اینجا ببینید. پس من می‌نویسم لاین کنسول، بعد از لاین کنسول دوباره علامت سوال میذارم، میگه خب شما شماره هایی که میتونید انتخاب کنید اینطوریه دقیقا. خب پس لاین کنسول 0. خب بعد که این کانفیگ رو نوشتیم من بایستی یک پسوردی بذارم. ببینید الان این قسمت شما لاین رو هم میبینید، یعنی اینجا نوشته در قسمت لاین هستیم، پس من اینجا می‌نویسم یه علامت سوال بذاریم. خیلی چیزا رو میتونیم مثلا اسپیدش رو کانفیگ کنیم و و و و یکی از اینها حالا پسورده. پس می‌نویسم پسورد، پسورد رو مثلا 1 2 3 در نظر بگیریم. خب بعد میگم خب لاگین کن به این، لاگین. خب و این، خب الان ما همین حالت روتر رو برگشتیم، حالت اینیبل از حالت کانفیگ خارج شدیم. پس اجازه بدید من بیام و این قسمت رو کلن ببندم. پس فرض میکنیم حالا یه فردی اومد، فرد دیگه لپتاپ رو دوباره وصل کرده به اینجا، دوباره کلیک کرده روی لپتاپ، بعد پس در لپتاپ خودش اومده و ترمینال رو انتخاب کرده. خب اوکی، الان اگزیت رو من بزنم، اگزیت یادم رفته بود. ببینید تا میخواییم و میخواییم که وارد روتر شیم از ما پسوردی میخواد. خب پس زمانی که من اون اگزیت رو انجام دادم، چون اینجا همون لپتاپ بود، یعنی کانکشن جدید نبود، اون حالت رو شما دیدید، یه پسوردی از ما میخواد و ما بایستی اول این پسورد 123 رو وارد کنیم تا بتونیم وارد تنظیمات روتر بشیم. خب حتی خیلی ها میان و برای همین enable هم پسورد میذارن. پس ببینید enable الان enable شد، میرم حالت config terminal. خب بعد همینجا مینویسند enable پسورد مثلا 1 2 3. پس enable پسورد 1 2 3. خب بعد که حالا این کار رو انجام دادن باید دوستان لاگین بنویسند. پس لاگین کنه به این، ببخشید من اشتباه نوشتم. خب بعد اگزیت رو حالا بزنیم بیایم اینجا، بعد دوباره اگزیت. خب الان اولین پسوردی که از ما میخواد 1 2 3 اینجا، بعد روتر رو اینیبل میکنیم، دوباره پسورد میخواد، پس 1 2 3. پس دوستان همونطور که دیدید ما برای ایجاد ارتباط با یک مسیریاب میتونیم از چی استفاده کنیم؟ میتونیم از
یک کابل کنسول و یک لپتاپ استفاده کنیم. شاید بارها توی فیلم ها دیدید این افرادی که حالا ادمین یک نتورک هستند، مثل فیلم مستر روبات میبینید اونجا که یک مشکلی برای نتورک پیش اومده، اینا اومدن کنار حالا بگیم مسیریاب ها، یک لپتاپی دارن با یک کابل خاصی اینو وصل میکنن. چرا این کابل خاص حالا استفاده میشه؟ ما میگیم ببینید در بعضی از مواقع حملات مشکل و حملات بگیم مشکلات طوریه که یک ترافیک بسیار سنگینی روی پورت‌های دیگه روتر ایجاد کرده و ما دسترسی نداریم به صورت حالا بگیم ویرچوال، که الان در ادامه خواهم گفت، خب ما به صورت ویرچوال دسترسی نداریم و نمیتونیم بیایم و این رو کانفیگ کنیم. پس یک کابل کنسول وصل می‌کنیم، مستقیما وصل میشیم به روتر، مثلا فلان پورت‌ها رو شاتداون می‌کنیم، روتر رو ریستارت می‌کنیم یا هر کار دیگه‌ای انجام می‌دیم. خب اما پوررضا الان توی خونه نشسته، بعد دسترسی فیزیکی که به روتر نداره. الان فرض کن روتر هم مثلا جنوب کشوره، به من میگن پوررضا میتونی اینو کانفیگ کنی؟ میگم ببخشید من کابل رو بردارم، لپتاپ رو بردارم، یه پرواز اختصاصی بدید برم مثلا بندر عباس اینو کانفیگ کنم. خب مسلماً همچین اتفاقی نمیفته. اینجا میان از یک روش دیگه، یعنی همون ویرچوال ترمینالی که دیدید استفاده میکنند. خب اجازه بدید اینو ببندم. خب یک روتر دیگه انتخاب کنیم، نمیخوام حالا دیگه توپولوژی رو به هم بزنم، پس یک روتر دیگه انتخاب میکنم، هست همون روتر 2811 میخوام استفاده کنم که قبلا هم استفاده کردیم. خب روتر 2811، بعد دوباره یه لپتاپ دیگه بیاریم اینجا. خب این بار من فرض میکنم بین اینها یک نتورک حالا بسیار بزرگی وجود داره، پس بین حالا بگیم این روتر و لپتاپ یک نتورک 20 تا مسیریاب اونجان یا هر چیز دیگه. خب پس ببینید من در ارتباطاتی که بین اینها ایجاد میکنم از این کابل استفاده میکنم و از پورت‌های فست اترنت. ببینید پس اینو وصل میکنم به فست اترنت 00 این و لپتاپ رو وصل میکنم به این قسمت. خب پس فست اترنت 00 روتر متصل به این لپتاپ. حالا فرض کنید یه سویچی اونجا، 1000 تا کامپیوتر دیگه یا هر چیزی که بالاخره بسته ها، یعنی ما باید بتونیم از این لپتاپ این روتر رو پین کنیم. اما کانفیگ اینها به چه شکلی بود؟ ببینید دوستان، کانفیگ اینها دقیقاً می اومدیم حالا در روتر دیگه، من نمیخوام حالا بیام یک کابل دیگه ای وصل کنم، یه لپتاپ دیگه ای وصل کنم مثل مثال قبلی، بیایم و اینا رو کانفیگ کنیم. پس مستقیما میرم سراغ CLI. پس تا نه CLI هم نریم، بیایم اینجا فست اترنت 00 رو انتخاب کنیم، یک آدرس IP بدیم 10.0.0.1، الگوی زیر شبکه چی خواهد بود؟ 255.0.0.0. خب در مورد الگوهای زیر شبکه قبلا صحبت کردی. خب الان میایم و این گزینه آن رو خواهیم زد که اونجا برای ما نو شاتداون رو خواهد نوشت. بعد روتر رو ببندیم، بیایم سراغ لپتاپ. خب در لپتاپ میریم سراغ دسکتاپ. خب در قسمت دسکتاپ IP configuration این خواهد شد 10.0.0.2 بعد 255.0.0.0 بعد 10.0.0.1 هم دیفالت گیتوی ما خواهد شد. پس 10.0.0.1 هم دیفالت گیتوی ما خواهد شد. خب حالا از این به بعد کارمون خیلی آسونه. چرا؟ من اول بایستی یک پینگی بگیرم ببینم آیا میتونم از لپتاپ این روتر رو پینگ کنم. پس بیایم سراغ لپتاپ، بریم کامند پرومت، بریم سیم PING 10.0.0.1. خب میبینید که عمل پینگ کردن با موفقیت انجام شد. خب حالا در مرحله بعدی
در مرحله بعدی ما میخواییم کانفیگی روی این روتر انجام بدیم که به این لپتاپ اجازه بده به صورت ریموت، به صورت ویرچوال کانکت بشه به این روتر و یک سری تنظیماتی رو انجام بده. بعد باید اینجا حواسمون خیلی جمع باشه، ببینید وقتی این در رو باز میکنیم، هر فردی که روی نتورک، هر فردی که روی اینترنت و آی پی های این روتر رو داره، مسلما سعی خواهد کرد که وارد این روتر خواهد بشه. مثلا ما بعدا در مورد اکسس لیست هم صحبت خواهیم کرد که از یک سویچ خاصی فقط ما میتونیم وارد این بشیم، یا مثلا در خود سویچ ها که میتونیم در مورد سویچ ها هم همین کانفیگ ها رو انجام بدیم. ما معمولا نیتیو ویلن داریم، نیتیو ویلن یعنی اون ویلن حالا شماره یک پیش فرضه. ببینید خیلی ادمین ها میان نیتیو ویلن رو عوض میکنن، خب مثلا میبرند ویلن شماره 10 رو نیتیو میکنن و بعد تمامی اون کانفیگ های مربوط به تلنت رو روی ویلن 10 ست میکنن، میگن اون فرد نفوذگر احتمال 99% احتمال میده که ما روی ویلن شماره 1 هستیم، خب، و سعی میکنه با استفاده از تلنت از ویلن شماره 1 وارد سیستم شه، در صورتی که ما در روی ویلن شماره 1 همچین کانفیگی نداریم. خب پس روی روتر کلیک کنیم، بیایم حالت CLI، خب بریم حالت کانفیگ ترمینال. خب الان روتر در حالت کانفیگ قرار داره. بعد من اینجا می‌نویسم لاین، میگه کدوم لاین رو انتخاب میکنی؟ من میخوام VTY رو یعنی Virtual Terminal رو انتخاب کنم. پس لاین VTY یه علامت سوال. میگه شما میتونید این عددها رو انتخاب کنید از 0 تا 15. پس لاین VTY صفر 15. الان باید اون پسورد رو وارد کنم، پسورد 123. خب بعد لاگین و تمام. پس ببینید لاین VTY 0 تا 15، پسوردمون شد 123، بعد لاگین کردیم به اون قسمت. خب به نظر دیگه کارمون تموم شد، پس تنظیمات روتر اینجا تموم شده. برگردیم سراغ حالا همین سناریویی که داریم. حالا در این قسمت پوررضا خونه نشسته بود، رئیس دانشگاه زنگ میزنه، پوررضا مثلا روتر ما یه همچین مشکلی پیدا کرده، میتونی اینو برای من کانفیگ کنی؟ دیگه نیازی نیست که پوررضا پاشه بره مثلا تهران یا پاشه بره یک شهر دیگه، میاد و وارد همین کامند پرومت خواهد شد. مگه من نمیتونستم پینگ کنم این مسیریابم رو؟ ببینید پینگ کردی میگه 10.0.0.1 رو. خب پس اینجا مینویسم telnet 10.0.0.1. telnet دستور telnet اصلا اسم یک پروتوکول، میتونید سرچ کنید و ببینید که دقیقا توی telnet ما چه کارهایی انجام میدیم. 10.0.0.1 ببینید الان به من میگه پسورد رو وارد کن، پسورد 123. من وارد محیط روتر شدم. خب پس به صورت ریموت از راه دور ما وارد روتر شدیم و میتونیم اون کانفیگ هایی که میخواییم رو انجام بدیم. خب پس خیلی ساده از این به بعد سعی خواهیم کرد حالا با استفاده از کابل کنسول کانفیگ ها رو انجام بدیم، یا لااقل بیاییم و از هایپر ترمینال استفاده کنیم، یا همین پروتکل تلنت استفاده کنیم، بیاییم و مثلا تلنت رو روی روتر ست کنیم، یه پسوردی بذاریم و بعدا با استفاده از کامپیوترها بتونیم این کانفیگ ها رو انجام بدیم. بعضی از شبیه سازی ها که ما فرصت داریم اینا رو برای اینکه یک مروری بشه با هم تمرین خواهیم کرد، ولی در اکثر شبیه سازی ها ما میایم و از چه استفاده خواهیم کرد؟ از همین کانفیگ کردن از طریق دبل کلیک بر روی این روترها. آخرین مطلبی که حالا امروز میخوام براتون توضیح بدم ارتباط سریال بین مسیریاب هاست. پس اجازه بدید دو مسیریاب رو انتخاب کنیم. مسیریاب های حالا ساده رو انتخاب میکنم، این مسیریاب و
این مسیری. خب ما در ارتباطات معمولاً این گزینه اول رو اینجا می‌بینید. این حالت اتوماتیک وار داره، یعنی بهترین کانکشن رو خود پکت تریسر برای ما انتخاب کنه. حالا در این کابل هایی که شما اینجا می‌بینید، خب ببینید این کابل هایی که شما اینجا دارید، ما انواع مثلا USB رو داریم، مثلا اوکتال رو داریم، بعد اگه دقت کنید مثلا فون لاین رو داریم، فایبر رو داریم. خب به این شکل تمامی این ارتباط رو داریم. پس میگیم حالت اتوماتیک وار این دوتا رو به هم وصل کن. الان ببینید ارتباط به چه شکلی شد. خب اومد و این دو روتر رو از طریق این پورت ها به هم دیگه متصل کرد. خب مثلا بیایم مثلا روترهای دیگر رو انتخاب کنیم، ببینیم در مورد روترهای دیگه چه اتفاقی میفته. خب پس دو روتر دیگه انتخاب کنم، مثلا روترهای یک مقدار با پیشرفته تر، این و این، بعد دوباره این کانکشن رو انتخاب کنم، بعد این دوتا رو با هم دیگه وصل کنم. ببینید ارتباطات ما به چه شکلیه. خب پس اگر روی این هوور کنیم، یعنی روی این ارتباط هوور کنیم، نوشته که کدوم قسمت قراره به کدوم قسمت متصل شه. ببینید مثلا اینجا ارتباط قطع شد. خب اینها رو به هم دیگه متصل کرده بود از طریق ارتباط گیگابایتی. خب پس ببینید در مورد مسیریاب ها که از جلسه بعد در مورد اینها صحبت خواهیم کرد، ما ارتباطات رو دیگه اون ارتباطات فست اترنت در نظر نخواهیم گرفت، یعنی از کابل ها و از پورت ها ماژول های دیگه ای استفاده خواهیم کرد که حالا در اون ویدیوها راجع به اینها صحبت خواهیم کرد. چون بحث ارتباط با مسیریاب ها بود، میگیم ارتباط مسیریاب با مسیریاب معمولا از طریق این پورت های گیگابایت خواهد بود، بعد ارتباط PC ها سویچ ها با مسیریاب معمولا از طریق ارتباط فست اترنت ها خواهد بود، که این ارتباطات بین روترها خیلی ارتباطات قوی تری هستند، پهنای باند بسیار بسیار بیشتری دارند و طبیعیه چون مسیریاب ها قرار حجم بسیار زیادی از داده ها رو بین خودشون مبادله کنند. مثلا یک مسیریاب به 15 نتورک متصله، مسیریاب دیگه به 30 نتورک متصله و قراره که تمامی این ترافیک ها رو روی این لینک مثلا هندل کنند. حالا جلسات بعدی راجع به DTE و DCE هم صحبت خواهیم کرد. زمان که شما مسیریاب ها رو اینطوری به هم دیگه متصل میکنید، معمولا یکی از مسیریاب ها قراره که ارتباط چی رو تولید کنه. ببینید یه لحظه من کلیک کنم روی این، درسته بحث حالا جلسات بعدیه، میان حالت کامپی. زمانی که شما این رو انتخاب میکنید، خب ببینید این قسمت خب پورت ها رو نوشته، بعد آی پی آدرس ها رو نوشته که شما میتونید کامپیک کنید، بعد این یکی ها رو بذارید یک روتر. حالا دیگه جلسه بعد راجع به این صحبت میکنم. خب که ما میتونیم دقیقا تنظیم کنیم که کدوم یکی از اینها کلاک رو برای ما تولید کنه. البته اون در ارتباطات سریال خواهد بود که حالا یک بحث دیگه ایه. فقط این رو حالا این جلسه در نظر بگیرید که اگه ما روترها رو به هم دیگه وصل کنیم که از طریق پورت سریال این ارتباطات رو برقرار کنیم، یکی از مسیریاب ها حتما بایستی کلاک رو برای ما تولید کنه. خب پس حالا مسیریاب مناسب رو انتخاب میکنیم و اون جلسه در مورد این صحبت خواهیم کرد. پس تمامی مطالبی که این جلسه میخواستم یاد بگیرید، اولا شما بدونید که چطوری با یک کابل کنسول به یک مسیریاب متصل خواهیم شد، و بعدا اینکه مثلا چطوری ما میتونیم با استفاده از تلنت از راه دور وارد مسیریاب بشیم و یک سری کامپیک ها رو انجام بدیم. امیدوارم این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.